بسم الله الرحمن الرحیم به نام خدا ادامه درس برنامه ویندوز خود شروع میکنیم ما در ادامه درس در کجا رسیدیم در کنترل پنل بودیم از کنترل پنل ادمنستریتیو تولز کلیک میکنم و بعد از ادمنستریتیو تولز ما بالای کدام سیستم کانفیگوریشن میرم بالای کدام گزینه میرفتم سیستم کانفیگوریشن این میره ما دوبار تیتس کلیک میکنم سفر دور میبرم اینی قدر موضوعات بر شما دیده میشه همیشه اینجا بر شما چی باید انتخاب باشه اینمی سلکتیو استارتاپی رو خود ویندوز انتخاب شده یعنی انتخاب کرده میمانه اگر احیانا بعضی وقت کمپیوترتون روشن نشد یا بعضی عمل رو انجام نداد آمده اینمی رو تیک مارکش بکنین که تمام چیزش در حالت نرمال باشه و بعد از بالای بوت میم از اینجا چی رو مشاهده کرده میتونم نمیشه نخه این دایگنوستیک اگر بگیریم کامپیوتر اصلا روشن نمیشه اون باید سیستم دایگنوستیک باید ما استفاده کنیم اگر نرمال استارت اپ بگیم این ایره بگیریم مشکل نداره اما این ایره خود ویندوز انتخاب کرده هم تو باقی بمانه دیگه میم اصلا موضوع اهداف اصلیش اینی است در یک کامپیوتر چند دفعه ویندوز شده فعلا دو ویندوز شده این ادم می کامپیوتر یکی ویندوز 7 را دارم یکی ویندوز چند دارم ویندوز 10 را دارم بعضی ها میگه در کامپیوتر چند ویندوز هست میگه نمیفهم این از اینجا شما برش نشان بتین که چند ویندوز داشته مثلا استاندارد بعضی کس ما به خاطر تدریس دو ویندوز نصب کردیم بعض وقت 3 ویندوز نصب میکنم اما در کامپیوترهای شما بالعموم یک ویندوز میشه یا 7 یا 10 یا 8 یعنی یکیش انتخاب بکنیم که کمپیوترتان سرعتش باز بسیار سخیل نمیشه این زمین جمهور دیده میتونیم که ما چند ویندوز داریم اگر احیانا ما کمپیوتر نفهمیده دو ویندوز اگر بسازیم این زمین جامده یک ویندوز دلیت هم کده میتونیم باز کمپیوترتان پس سبک میشه یعنی اگر دو ویندوز باشه یک ویندوز از زمین ما چی کده میتونیم دلیت یا حذف کرده میتونیم مشکل خو نیست دمی بخش خب ایرم یاد گرفتین نی؟ خب من اینا در بخش دیگه برمیگردم از اینجا ما سرویسز داریم خدمات کامپیوتر اما قدر موضوع ها فعلا این استفاده نشده راست دیدین استاپینگ اما در حال استفاده شده اگر در حال استفاده باشیم او در حال چی است رننگ می باشه خب من استارت اپ چقدر برنامه اینو میرم کلیک میکنم این اوپن اینو میقدر برنامه را ما بخوایم و نخوایم خودش اتومات بر شما استارت اپ باز میشده چون که اینمی عیار بوده بر شما اینی رقم یک وظیفه را بر شما انجام میده از کدام گزینه مو کار انجام میده این از این بخش بر شما امیره گفته میده پس سفر ما از اینجا چی میکنم دور میبرم بالا یوزر میرم از یوزر ما چند در اینویال فعلا امی قدر یوزر یک چند یوزر داریم یک تا دو تا سه تا چند یوزری که داشته باشیم از کدام یوزر فعلا استفاده دارم از یوزر رحیمی فرض مثلا اگر چهار تا یوزر یا سه تا یوزر داشته باشین در توسط کدام یوزر داخل کامپیوترتون شدین اگر نمیفهمیده باشین از این گزینه شما میتونین هم یوزرتون رو معلوم بکنین فعلا هم یوزر ما چی است یوزر رحیمی است از یوزر رحیمی فعلا 12% از سی پی یو استفاده داره 502 ام بی ام از میموری و دیگه 0.1% هم از هارد دیسک و دیگه نتورک 0% در حال استفاده است یعنی هیچ استفاده نداره فعلا از کدام بخش از بخش یوزرز امو کامپیوترتان خب دیتیل معلومات میگه سکرین بر شما گفته میتن کدام برنامه را در حال استفاده هستین کدام برنامه را شما استفاده نکرده راستین فعلا سکه امینو کلا رننگ هست یعنی از یک سر بر شما گفته را سکه این رننگ این اینو سبس است یا مثلا این ای چیز سسپندد است اینو در حال استفاده نیستن مثلا در داخل کامپیوترتون کدام برنامه در حال استفاده باشه رننگ هست استفاده نباشه رننگ موجود نیسته خب برای سرویسز میرم سرویسز بر شما چرا میگه خدمات کامپیوتر میگه توسط از این شما خدمات کامپیوترتون رو مشاهده کرده میتونین این جمعون امور رو گفته میتونین سعی کنین اون رننگ هست استاپ هست رننگ هست استاپ هست اینا تکراری اینجا اومده در درس های گذشتم کلن گفته داده بودم خب میگرم از اینجا کلوزش میکنم بعد از کلوز کردن در داخل چی بودم و گپ اینه اوپن تاسک منیجر بود من از اینجا تولز از اینجا مثلا ما در کامپیوتر یا در ویندوز اینو میقدر موارد ما میخوانیم سعی کنین اولین گزینه که ما میخوانیم چی بوده اباوت ویندوز در مورد ویندوز میخوانیم چینج یو ای سی سیتینگ یا سکیوریتی مینتیننس ویندوز ترابل شوتینگ کامپیوتر منیجمنت فعلا کامپیوتر منیجمنت باز کردیم خب و دیگه از اینجا سیستم انفورمیشن بعدن میخونیم ایونت وی ار خوندیم پروگرامز اینا رو هم در آینده آهسته آهسته خوانده رفتن میگیریم چی چیزایی را که در ویندوز آمده با تمام معلوماتش با تمام دسکریپشنش اینمیجا بر شما بیان کرده اما را بر شما گفتم متا تولز یعنی آپشن های برنامه ویندوز داره گفته داده اینجا خب سفر پس
دور میبرم ایرمچ میکنم کلوز میکنم بعد از کلوز کردن سیستم کانفیگوریشن خلاص شد سیستم انفورمیشن چی میکنه در مورد سیستم کامپیوترتون معلومات میتن اگر کامپیوتر میخرین این زمین جیش مشاهده بکنین مثلا نامش چی بوده مایکروسافت ویندوز 10 بوده و دیگه اینجا ورژنش چی بوده ورژنش 10.0 ابدا 133 بوده و دیگه این آدرش هسته این مایکروسافت کورپوریشن بوده دسکتاپ اینی رقم نام داشته دل بوده خودشم سیستمشم دیگه نام کمپیوترم لاتیتیود 64 بیست بوده و دیگه 64 بیتم کمپیوترم بوده کمپیوترم کورای 7 بوده سعی کنین تمام معلومات کمپیوترم را برمچ میکنه گفته میتن تمام شد با تمام ابعادش اگر کامپیوتر میخرین تمام سیستم معلومات بگیرین از سیستم انفورمیشن انمی معلومات را عکس کرده میتونین و بعد از او این در مورد هاردویرش معلومات است این در مورد کامپوننت سرویسز است در مورد کل چیزش بر شما معلومات میده این زمین جا تاسک شیدولر ما در درس گذشته گفتیم تقسیم اوقات بالای پروگرام تون تحمیل میکنین دینرز گفتیم ویندوز دیفینر اگر اینترنت داشته باشین یا مثلا ویندوز تون اورجینال باشه این انتی ویروس برنامه انتی ویروس چی تون انتی ویروس ویندوز 10 است اجازه نمیده که ویروس در داخل از این داخل شوه من میگیرم از اینجا ایره چی میسازم شه کلوزش میکنم انم ویندوز میموری دایگنوستیک از اینجا ای وظیفش چی است وقتی که من ایره دوبار تست کلیک میکنم اینه تست کلیک میکنم بعضی وقت کمپیوتر رو روشن میکنم بعضی پروگرام ها رو باز نمیکنن یا فرض مثال پلیر پلی نمیکنه یا یک فیلم پلی نمیکنه یا ویدیو پلی نمیکنه شما چی میکنین از همینجا ریستارت میکنین ریستارت ناو اند چک فور پرابلم دمی ریستارت خودش چک میکنه در کدام موضوعات شما چی کردین یعنی اشتباهات دارین در کدام موارد شما اشتباهات داره خودش تشخیص کرده خودش اتومات جور کرده میده ترابل شد وارین اینی رقم وظایف انجام میده اگر اینه کلیک کنم ریستارت میشه باز کمپیوتر ما ریکاردر ما خراب میشه ما پی جی ترین بخش کنترل پنل چی کردیم به اتمام رساندیم او چی بود ادمنستریتیو تولز بود خلاص شد اینا الان آهسته آهسته اینه دهی بخش میایم که بسیار ساده ساده است اینا الان آهسته آهسته رفتن میگیریم پیش متوجه باشین دیوایس خدمات میگه اند و مونامیتر پرنترم پرنترم میگه شما میتونین خدمات پرنتر شما از اینجا تنظیم بکنین دوبار تست کلیک بکنم اون بخش پرنتر باز میشه در گزینه اول اینو میقدر پرنتر در کامپیوتر ما فعلا موجود بوده چون در اداره دارم نه در کامپیوتر وصل میکنم اگر میخواین دی چاپ بکنین رایت کلیک سیت بکنم دی چاپ میکنه بر شما اینو در اینجا تیک مارکش میای اون دیدین اگر ما بخوایم دی چاپ بکنم رایت کلیک سیت میکنم دی چاپ میکنه یا فرمسل اگر ما میخوایم دی چاپ بکنم رایت کلیک میکنم سیت میکنم دی پرنتر چاپ میکنه خودش اتومات سیس ده هر پرنتر که خواهان باشین اما پرنتر شما سلکت میکنین خب اینجا بر شما اینی بخش آمده به خاطر از اینکه اینو یک LCD را نصب کردیم یا هارد دیسک نصب کنم آیکن هارد دیسک هم اینجا میاد فلش نصب کنم آیکن فلش هم میاد این اینا چیزایی از دیوایس هایی که ما در کامپیوتر وصل کردیم اونا اورا اینم اینجا عکسش یا فرض مثال گرافیکش نمایش میده خب از اینجا رایت کلیک میکنم اینا فرض مثلا میره رایت کلیک میکنم سی واتس پرینتینگ چه چیزی را بر شما چاپ کرده اورا مشاهده کردن میتونین فعلا در این پرینتر یک چیزی را چاپ نکردیم اینا پس سفره دور میبرم ایره کلوز میکنم خب میام در یک قسمت رایت کلیک میکنم از اینجا من میگم سیت از دیویل من میخوام اینه دمی پرنتر پرنت بکنم اینه میرم سیت بکنم سکنین از اینجا برامده اینه دهی وصل میشه اینو دمی پرنتر چاپ میکنم اوتومات هر چقدر من پرنت میکنم در پرنتری که من میخوام دهو پرنت نمیکنه چیزی که کمپیوتر میخوای دهو پرنت میکنه خب از اینجا رایت کلیک میکنم پرینتینگ پریفیرینس مثلا ورقه میخواین لندسکیپ چاپ بکنین یا ورقه میخواین A4 چاپ بکنین A4 این مونو را میته لندسکیپ این مونو را میته اینو به این شکل به هر اشکالی که میخواین شما چاپ کرده میتونین کلوزش میکنم از اینجا رایت کلیک میکنم این زمینجا چی داریم پرینتر پروپرتی در مورد خود پرینترتون معلومات میده نامش گرافیکش USB شه چه قسم USB باید نصب شه چه قسم کامپیوتر باید نصب شه امونا را بر شما از اینجا چی میکنه گفتم میده باز رایت کلیک میکنم بعد از رایت کلیک کریت شارکت داریم وظیفه کریت شارکت چه است توسط این گزینه ما میتونیم چی بکنیم یک دونه شارکت شه ایجاد بکنیم در روی صفحه میخوای بله یس میکنم بعد از یس کردن در روی صفحه برین اونها اینجا نزدیکتر بیارم اونها مایکروسافت XPS document هست این به این شکل بر شما چی شده؟ اون در روی صفحه شارکت همون پرنتر تان آمده از کجا این از یک قسمت؟ این را هم انشاءالله خفا میدین
ve bazı zümigrim dayı kısmat röntgelik mekanı miram set mekanı mene dayı parantar çöp mekanı. Agar set bukurum dayı parantar çöp mekanı. Da kudom parantar ki mekhen ura çöp karda mekanın şuma. Da printer? Ay en ura miyat betim. Min olsa ki ne? Mesela trobar şud agar ura miyat betim boz berton. Agar ami printer zarratla boşa rad kilik kunin ve badzu remove bukunin. Az ince yes bukunin ami printer bekhi az man baz bayn mebara. Fahmide şud? Remove az bayn burdan printer az. Agar trobar şud bugün baz vaxt da mi printer çop nakuna bar şuma. Çap nakına rahat kilik kunin çura dalilis çi buda troubleshoot kunin khudish amu problem she yaf mekuna baad az iboz inshallah koshish mekuna ke baya çap kuna am mavzuat tana ura banam chi yap mekuna troubleshoot printer yap mekuna va agar properties burum dar mavrud khud ami printer malumat mete in zaminja ona az kudam man ba omada available as chi as kullan bar shuma malumat meta yak malumat izafi as kudam grafik boyad nasb shava am printer وصل شوه اینا رو بر شما بعضی وقت کمپیوتر است جدید میگرین پرنتر هم جدید میگرین با هم دیگر وصل نمی باشن با خاطر وصل کردن از او add a device کلیک میکنین چرا کلیک میکردیم؟ add a device این اینجا add a device اینه میرم یک دفعه کلیک میکنم اینا رو سفر دو میبرم بر شما اینا رو سعی کنین جستجو کرده روش اما پرنتر تانه اینه امو پرنتره که ما دیوست شده کمپیوتر وصل کنیم فعلا هیچ دیوستی در کمپیوتر وصل نیست کن به می خاطر به شما جستجو کده یاف هم نمی کنن. اگر وصل می بود امو پرنتره به شما نامش اوتومات اینم اینجا می آمد اگر از طریق USB وصل می شده که پرنتره می تو می شه اما بعضی پرنتره DVD شد جدا می ته به شما این شکل سافتیر نصب می کنین فهمیده شده اینجا نامده اونه چی گفت؟ نو دیوست فاندد ایت دیوستی را ما نشناختیم بخاطر که دیوست وصل نیست دیگه ما میخواییم این از نام پرنترهایی که در داخل همی کمپیوتر است از اونا میخواییم استفاده کنم خیلی میمینه چند ثانیه منتظر میمونیم بر شما پروسس میکنونه سرچینگ فور دیوستز سرچ کرده رایش فعلا اینه بر شما چی کرد؟ اونه آمد بعد از او ما میخواییم کدام پرنتره؟ امو پرنتری که در داخل کمپیوترم سافتیرش باشه نخیر من میگرم این از اینجا Local Wire TCP این از طریق TCP میخوایم پیش برم Next میکنم هاست کل چیز شناشته میکنین باز Next میسازین خب میگرم از اینجا این TCP را انتخاب بکنم ای را نامشم ناشته کنم مثلا 88 باشه Next در حال چیز امو 88 TCP پرنتینگ در حال چی از وصل شدن است باز نکست می سازم در شما چی میکنه این می تو کده جستجو کده نام امو پرنتری که می خواهید دمی وصل کنین یاف میکنه خب از کدام پرنتر است پرنترهای اپسون از پرنترهای اپسون از کدام ورژن است ورژن 4 هست یا استاندارد هست کدامش که باشه اینم اینجا شما یکش انتخاب میکنین مثلا من کانون چی دارم پرنترهای کانون دارم از کانون IPR هست خیلی میگرم نکست میکنم و بعد باز نکست میسازم پروسس میشه باز فینش میکنم آیا بر شما پرنتر کانون اینم اینجا آمد نامد اگر بعد از این پرنتری داشته باشین در کنار کمپیوترتون که کانون 36000 باشه پرنت کنه میتینه دمی اگر این پرنت نمیکنه اگر بعد از این دمی پرنت که بگیم مونه رایت کلیک میکنم این زمین جه ست میکنم خودش ست شدگی هست از اینجا دمی گذینه پرنت کنه میتونین دیگه اینا را کلن بر شما توضیح دادم اینه در یک قسمت هم رایت کلیک سی واتس پرنتینگ چی چیز را چاپ کده همیشه در می پرنتر چاپ بکنه در مورد پرنترتان معلومات میتا یه هم در مورد پرنترتان معلوماتی اضافی را بر شما گفته میتا بگیرم استاپ بکنم پرسان آیستا آیستا بگیم که کمی سریع پیش میره گفته بود تایم دیگر او دین روز فکرتان باشه دمی ساعت چی را یار کده بودم او پروگرام باز شده گفتم هر روز این میال باز شد دیدی؟ این اگر چی من ایره نخواسته بودم این از 8-4 بود دین روز من گفتم در تقسیم اوقات پروگرام آلترای سوره که از 8-4 دقیقه تیر شد و همی باز شد این امروز اونا دوباره باز کرده فردا هم از 8-4 تیر شد و گفت دوباره میره باز میکنه چون در این ساعت برابر است دیگه میگره میره کلوز میکنم دیوایس منیجر مدیریت خدمات کمپیوتر از اینجا من میگرم اینجا ما خدمات کمپیوتر داریم اینا خدمات هایی هست که فعال و غیر فعال بودن برای شما نمایش میتن
فرض مثال یک شما مثال میتم مازن میجا انمی دی وی دی را مثال میتم اول دی وی دی را بر شما معرفی میکنم دی وی دی چی است فیلم از طریق از دیجا میتونم از طریق از ویندوز کدام میتونم کامپیوتر خودا یعنی موضوعات از طریق دی وی دی روم میشن اما فعلا انمی را وقتی کلیک میکنم دی وی دی روم ما فعال هست علامه ای نداره موجود نیست فعلا از اینجا رایت کلیک میکنم از اینجا دیسیبل میکنم و بعد از او یس میسازم بر شما چی شد دی وی دی روم قید شد اون علامه قید آمد نامد نزدیکتر برم بر شما دیده میشه اینا وقتی قید شده باشه موی کامپیوتر وقتی که من باز بکنم از اینجا نه موی کامپیوتر رو باز میکنم اینا دی وی دی روم اینجا دیده نمیشه آیا دیده میشه اون دی وی دی روم کلا غیر فعال کردم من این آلترایسو هست یک پروگرام دیگه است اگر من بیایم دوباره مزرد باشه پس رایت کلیک میکنم از اینجا انیبل میسازم بعد از انیبل ساختن اینا رو مینیمایز میکنم اینجا دی وی دی روم ما آمده نامده اینا رو ما دی وی دی هر چیز استفاده کردم میتونیم این شکلی که من بر شما از داخل دیوایس منیجر مدیریت خدمات کامپیوتر که امیر فعال غیر فعال ساختم تمام کامپیوتر این شکل جور کردم میتونیم تمام اجزایش مثلا در قسمت آخر من یک مثال دیگر بر شما میتونم میرزم اینجا اینو میره من انتخاب میکنم یونیورسال سریال بس یعنی یو اس بی ها اینو میگه 1 2 3 4 5 6 7 8 یو اس بی داشته اینو کامپیوترم کلا غیر فعال میکنم هیچ کس فلش هم در کامپیوترتون وصل کرده نمیتونه نه مواد را گرفته میتونه نه مواد به فلش تون ارسال کرده میتونه به خاطر از اینکه من اگر غیر فعال بسازم من کار میشه این از اینجا از یک سر اگر من دیسیبل کرده رفتن میگم دیسیبل غیر فعال بودنش میگه یعنی غیر فعال کردن میگه مشکل خو نیست این همی شکل وظایف انجام میتن یا مثلا این از اینجا گرافیکا را غیر فعال میکنین یا فرد مثال از اینجا بر شما چه میکنن بعضی وقت هیچ پروژکتور وصل نمیشه این از اینجا قید میباشه از طریق ویندوز شما فعال میسازینشن وی جی کیبل هر کدومش جداگانه جور میکنین یا بعضی وقت صدای کامپیوتر هیچ بر شما دیده نمیشه صدای کامپیوتر بر شما انتشار نمیشه از کامپیوتر رایت کلیک کنین از اینجا دیسیبل باشه انیبل کنین انیبل باشه دیسیبل بکنین اینی رقم فعلا صدا را چون ریکارد کرده سیر ما عملی کرده نمیتونم بر شما اینی رقم یک وظایف را انجام میده یکی همینه پروسسر کامپیوتر ما یک تا دو تا سه تا چهار دانه پروسسر داشته یعنی چهار هسته داشته فهمیده شد وقتی که کامپیوتر میخرین 16 هسته داشته باشه از یه هم کده بهتر است 32 هسته داشته باشه از او هم کده بهتر است یعنی اینجا هسته هایش نشان میده فهمیده شد یعنی مغز سی پی یو کامپیوتر است این بخش تخت کامپیوتر است خب از اینجا بک میکنم اینی هم غیر فعال بوده اینترنت وصل نمیشه در رایت کلیک از اینجا اینیبل میکنم پس اینترنت بعد از این وصل شد آنها فعال شد سیس خب میگرم از اینجا بک میکنم کلوز میکنم ایرم ما چی کردیم؟ خلاصش کردیم از کجا؟ از کنترل پنل این ایرم خلاص کردیم خب بالای دیویلد پروگرام میرم وقتی که دیویلد پروگرام هم کلیک میکنم اولین گزینه که اینجا میشه سیت یوار دیویوت پروگرام این را کلیک میکنم اینه قدر برنامه بر شما باز میشه خب وظیفیش چی است خوب متوجه باشین ایمیل بر شما در بخش میل باز کرده میداده اگر میخواین تغییر میتین کلیک بکنین بعد از این در اوتلوک باز کرده میکنم وقتی کسی در شما ایمیل روان بکنه در اوتلوک بعد از این باز میکنه خب در قسمت پایین میم نقشه وقتی که یک نقشه ضرورت شد از اینجا من میخوام امورت در چی باز کنه در مپس یا در کامره یا فرمسل در فروشگاه باز کنه میگم اینه بر شما چی میکنه؟ اینه در این بخش باز کرده میته بعد از این پروسس میکنم انترنت ندارم صرف نظر از این بخش خب میوزیک فیران میوزیک در کدام پلیر پلی میکنه؟ اونه کلیک میکنم اینه در این پلیر پلی میکنه میوزیک بسته سیستم اینه سکنی من یک دونه میوزیک اگر داشته باشم میوزیک ندارم من هیچ میوزیک نمیشنوم بسته کامپیوتر میوزیک ندارم خب خود ویندوز هم نداره باشه نگر همینجا ریکارد هایم باشه خب بلا هیچ میوزیک ندارم خب بیا میوزیک شم مثال نمیتونم ویدیو شم مثال میتونم که ریکارد هایم هستن متوجه باشین از اینجا بر شما چی میکنم در قسمت پایین میایم از قسمت پایین اینجا ما مووی داریم سکرین مووی رو اینه در این پلیر پلی میکنه دیده را سین نه اینه در این پلیر سکرین مینیموز میکنم بسته در سیستم در کجاست اینه درس هست اینه یک نشته است دوبار تیتیز کلیک کنم دیدیم در این پلیر پلی میکنه پلیری که خود ویندوز خواسته اگر من بیم از اینجا بر شما در سیتینگ بیم میخوام من میره در کدام پلیر پلی کنه بعد از این
اینه ده میڈیا پلیر کلیک میکنم و بعد از کلیک کردم کامپیوتر پروسس میکنم میشناسه اینا شناخت نشناخت اینا را ایره من اگر بک بسازم ایره دو بار تیز کلیک کنم بعد از ده ای پلیر پلیر بسته پلیر سیستم بر شما تغییرات آوردن میتن میوزیک شما این شکل تغییرات آوردن میتونین ویدیو شما این شکل تغییرات آوردن میتونین اگر مثلا فوتو ویر عکس که نمایش میتن او رم از اینجا از منبع تغییرات آوردن میتونین ده چی نشان بتن این رقم وظایف را بر شما از انمی گزینه انجام دادم میتونین از کجا بودم و کلوزش میکنم بالای کنترل پنل میم این میره وظیفش بود اینا را از اینجا پروگرام ها را سکرین اسوسیت تایپ پروتوکول ویت پروگرام ایره کلیک میکنم و بعد دوباره بر ما اینمی بخش میه چون که در داخل از این پروگرام هم هسته کلن در یک منبع میه ایره وقتی که من کلیک میکنم اینا یک چیز دیگه باز میشه ایرم بر شما در درست گذشته گفته داده بودم مثلا اینمی جا چی هست اونه ریمووال وقتی که یک فلش من وصل میکنم خودش اوتومات چی میکنه داخل فلش اوپن میکنه اینه اینه اوتومات فلش باز کرد نکرد خب یک دفعه ریستارت بکنم باید بخاطر تغییرات از این این از اینجا فرض مثال فعلا چی بوده اونه ask me every time بوده بگیرم این ask me every time هست کلیک میکنین کدامش هم میخواین میگن از اینجا اسکن کرده او را باز استفاده کرده میتونین اگر ضرورت بود از اینجا تغییرات آورده میتونین در درس گذشته در ریکارد گذشته از الف تا یایش کلن تشریح کردیم بر شما اینجا دوباره آمده خب اینه این حال سعی کنیم از اینجا ما چی داریم set program access داریم ایره وقتی که من کلیک میکنم بر شما باز دوباره اینو میبخش میه کلن این بخش هم من در شما چی کردیم توضیح دادم میم از اینجا ایره back میکنم بعد از back کردن تا اینو میبخش بر شما گفته دادیم همینقدر درس بر شما بس هستن یک تکنیک کمپیوتر بر شما گفته میتونم فرد مثال در کشور ما خوب قدر استفاده نمیشه مثلا عزیزی بانک باختر بانک اینی بانک ها هست استفاده میکنه از ویندوز های اورجینال اما دیگه زیاد ارگان های دولتی کلن از ویندوز های کاپی استفاده میکنه اینانه ویندوز وقتی که اورجینال باشه هر ویندوز از خود محدودیت داره مثلا 6 ماه محدودیت داره بعد از 6 ماه باید آپدیت شوه اما من نمیفهمم که اینمی ویندوزم چند ماه گذشته یا چند ماه ما از اینمی ویندوزم استفاده کردیم ما میخوایم که ویندوز خود چند روز استفاده کردیم چند ماه استفاده کردیم چند سال استفاده کردیم امور ما میخوایم مشاهده بکنم ما میخوایم در مورد امو معلومات اخذ کنم به خاطر از او ویندوز آر میکنم سفر از اینجا من چی میکنم نزدیکتر میرمونه نزدیک آمد نامد اینه در این قسمت سی ام دی تایپ میکنم بعد از تایپ کردن سی ام دی انتر میکنم اینه بر شما سی ام دی باز شد نشد بعد از باز شدن از اینه در این قسمت نشده میکنم سیستم انفو چی؟ سیستم انفو ایره دیده را چین انشالانه سیستم انفو یعنی انفو مخفف انفارمیشن هست معلومات هست سیستم هم در مورد سیستم هست فاصله چی ناشته میکنم اینانه سیستم انفو این اینجا فرمولش هسته سیستم انفو پایپلاین شفت افشار میتونم اینی را کلیک میکنم خب پایپلاین ما کدام هست او را در کیبورد نشان بتونم که باز شما پالیده نگردیم پایپلاین هم انتر میکنم اینه شفت فشار میتن اینمی چی چی هست بطن بنامه پایپلاین یاد میشه سیست شفت فشار داده اینمی را کلیک میکنین خب ایرم مینیماز میکنم ایرم شناختاندم بر شما بعد از او چی میکنم پایپلاین نشته کردم فاصله فایند بکنه یاف بکنه چی را معلومات ها اینه آیا فاصله بعد از او دیت انستال دیت در کدام تاریخ ما میره چی کردیم انستال کردیم سکر فرموله سیستم انفو پایپلاین فایند بکنه دریافت بکنه معلوماتی را که ما انستال کردیم دیتا کدوم امو چی خوده نصب کردیم ویندوز خوده این حال سفره کمی دور میبرم انتر میسازم در حال پروسس هست اونه در کدوم تاریخ بوده نزدیکتر میارم 4/1/2019 بوده در ماه 4 روز یکم 2019 از 12 دو دقیقه تیر شده بودم این کمپیوتر ما ویندوز کرده بودم فعلا تاریخ چند است اینجا بیم ایره کلیک کنم فعلا چند است اونجا هفته است اینه سنده روز یک شنبه
اپریل 2019 بوده عین موی 7 بوده اما فعلا موی چند است موی 4 است چند ماه گذشته بوده از ویندوز 3 ماه گذشته بوده این 3 ماه میشه که از ویندوز ما چیکار داشتم استفاده کرده داشتم اونا کلا بر شما گفتم میتن نظر به تاریخ خود کامپیوترتون ایره بر شما جور میکنه ان شاء الله خو مشکل نیست اینی بود درس امروز تان میگیرم میره استاپ میکنم